دقیقاً رویا جان، همین لحظه هم مهمان خیلی عزیز و گرامی روی خط اسکایپ با ما هستن، آقای لطیف محمود، رئیس مرکز رسانه‌های حکومت افغانستان و در رابطه با 24 اکتبر روز جهانی توسعه اطلاعات همراهشان صحبت‌های می‌داشته باشیم. آقای محمود سلام، وقت شما بخیر، بسیار خوش آمدین به صبح ها زندگی. من هم عرض سلام و ارادت دارم خدمت اردو گرداننده موفق برنامه وزین صبح زندگی تلویزیون آریانا. آرزو میکنم یک صبح خوب را با انرژی آغاز کرده باشیم. بسیار تشکر، زنده و سلامت باشین، انشالله که شما هم صبح بسیار عالی را آغاز کرده باشین. آقای محمود، در ابتدا می‌خواهیم که صحبت‌های شما را در رابطه با 24 اکتبر روز جهانی توسعه اطلاعات داشته باشیم که چگونه یک روز است؟ با سلامت باشین. دکتر صاحب اجازه بفرمایید که سلام ویژه به بیننده‌های خوب تلویزیون آریانا نیز داشته باشم. صبح همه بیننده‌های شما هم بخیر، آنان که ما را در افغانستان و بیرون از افغانستان می‌بینند. اجازه بفرمایید من با مقدمه که مبین تعهد حکومت افغانستان در امر اطلاع رسانی است وارد بحثم. از آنجایی که مبنای نظام ما را یا مبنای حاکمیت اراده مردم شکل میده و نظام ما نظام مردم سالار، نظام جمهوری، نظام شهروند محور است، فلحاظا حکومت افغانستان معتقد به اطلاع رسانی است و اطلاع رسانی را بر اساس قانون مکلفیت خود میداند و دسترسی به اطلاعات از حقوق اساسی شهروندان افغانستان است. چه شخصیت های حقیقی و حقوقی رسانه و شهروندان عادی میتواند در فضای دموکراتیک بدون کدام دغدغه دسترسی به تمام اطلاعات داشته باشد؟ و ما در این خصوص چارچوب های خوب تعامل با رسانه داریم. کمیسیون حق دسترسی به اطلاعات داریم، قانون دسترسی به اطلاعات داریم. در سال 2018 از طرف یکی از مراکز مهم دموکراسی در جهان قانون حق دسترسی به اطلاعات افغانستان بلندترین جایگاه را گرفت. به این معنا که ما تانستیم تعهد را که در اسناد تکمیلی در سطح ملی به این دلیل کرده بود تعهد عملی بکنیم و فضای گردش اطلاعات در افغانستان فضای باز است و هیچ مشکلی وجود ندارد. بسیار عالی. حالا می‌خواهیم که در رابطه با اهمیت توسعه اطلاعات برای افراد یک جامعه بر ما معلومات بدین که چقدر میتونه برای افراد یک جامعه مهم باشه. تشکر. ببینید در نظام‌هایی که قرارداد اجتماعی با عنوان یک اصل پنداشته میشه و این معنی شهروند می زعامت انتخاب میکنه، بنان شهروندا حق داره که خود را در تمام تصامیم دولت ها ببینه و خود را در تمام آینه قدرت پیدا بکنه. دسترسی به اطلاعات زمینه را برای مبارزه با فساد اداری فراهم میکنه، یعنی هر قدر که اطلاعات در حالت گردش باشه ما میتونیم با فساد اداری و سایر پدیده هایی که مربوط به فساد بشه مبارزه بکنیم. در امر شفافیت میتونه ما را کمک بکنه. در امر حکومت داری خوب که یکی از اولویت‌های مهم دولت جمهوری اسلامی افغانستان است و دایه کلان جهان و ما است که ما به طرف حکومتداری خوب و شهروند میور میریم، زمینه را برای نزدیک بودن شهروند به حکومت مساعد میکنه و بحث‌های کلان از این دست. بنان اطلاعات را امروز نهادهای زیرک میگه که اطلاع اکسیژن دموکراسی است. شهروندان افغانستان حق دارن که برن اطلاعات لازم دسترسی پیدا بکنن و ما معتقد به اطلاع رسانی هستیم. بسیار خوب. در افغانستان از شبکه های مجازی بیشتر استفاده می شود و بیشتر هم شبکه های مجازی در افغانستان نقش خوب خود را در قسمت نشر اطلاعات بازی کرده. اما بعضی شبکه ها هم هستند که خبرهای کاملا دروغ و نادرست را بدون منبع نشر می کنند. از دید شما نشر خبرهای غلط و نادرست چقدر تاثیر منفی می تواند داشته باشد بالای اذهان مردم جامعه؟ دکتر صاحب، ببینید ما دموکراسی نوپا هستیم. از سال 2001 به این طرف همونطور در بخش‌های مختلف ما دستاوردهای داریم، برخی مشکلات هم داریم، اما تاکید ما ایست که ما ساختارمند، هدف محور و مبتنی بر محتوای پدیده ها پیش داریم.
یکی از دستاوردهای کلان آزادی بیان در افغانستان است. آزادی بیان افغانستان شما مستندر است اینکه نه تنها در افغانستان بل در منطقه از جایگاه بلند برخوردار است. شما اگر آزادی بیان افغانستان را با جنوب آسیا، آسیای مرکزی، شرق آسیا مقایسه بکنیم، شما خود میدانید که آزادی بیان از وجاهت و جایگاه بلند برخوردار است. سوال که شما کردین یک سوال جامعی بود. بله، امروزه سوشال میدیا یا رسانه اجتماعی به عنوان یکی از ابزارهای بسیار خوب یا یکی از وسیله های خوب اطلاع رسانی مطرح است، اما توقع ما ای است و از تمام شهروندا ای است که سوشال میدیا یا رسانه اجتماعی اما طور که از نامش پیداست در امر اطلاع رسانی دقیق گام بردارن. نباید فضای عمومی را حدشدار ساخت، نباید در فضای عمومی توهم و تشویش را ایجاد کرد. ما در حقیقت از وسیله هایی که فلسفیش اطلاع رسانی است و مبنایش هم آگاهی عامه است، مبتنی بر اون فلسفه و منطقش استفاده بکنیم. اگر ما خبرهای نادرست را در فضای مجازی و در فضای عمومی پخش بکنیم که باعث مخدوش شدن افکار عامه شود و باعث این شبه که نگرانی در جامعه کفت کنم، من فکر میکنم که کار یک کاربر رسانه اجتماعی درست نیست و این خلاف هم و آموزه های روشنگری هم است. ما در یک جامعه زندگی میکنیم که در این جامعه اطلاع، سرعت اطلاعات بیشتر از هر زمان دیگر زیاد است و یا سده 21 را سده اطلاعات میگه. از این لحاظ ما باید نقش مسئولانه خود را در همه بخش ها بخصوص در رسانه اجتماعی که شما سوال کردین ادا بکنیم. بسیار عالی. آقای محمود، از دید شما از روز جهانی توسعه اطلاعات در افغانستان چگونه باید تجلیل صورت بگیره؟ باور مییست که یکی رویکردهای شکلی است که در بسا موارد دیده میشه، برنامه های برگزار میشه و حرفای کلی گفته میشه. این هم نقش خود را در آگاهی داره، اما سوال اصلی است که ما چطور میتونیم در راستای آگاهی عامه در این خصوص کار بکنیم. ما چطور میتونیم سطح تعهدات اجتماعی نسبت به این مسئله بلند ببریم؟ ما چطور میتونیم نقش شهروندی خود را در تحکیم پایه های اطلاع رسانی دموکراسی از منظر اطلاع رسانی ادا بکنیم؟ این برای ما مهم است که ما چطور میتونیم نقش خود را در فضای عامه به عنوان یک نقش مثبت ادا بکنیم. به نظر من ایمون نفس مسئله است و محتوای مسئله است. این بسیار خوب است که کاربر نقش بسیار خوب داشته باشه در انتقال اطلاعات دقیق و در آگاهی عامه، نه این که بخش از مشکل باشه و یا خدا نخواسته پروپاگاندا پخش بکنه یا خبرهای بی اساس پخش بکنه. انتظار میده. بله، شما کدام مشکلات عمده را در قسمت اطلاع رسانی در افغانستان میبینین؟ قطعا میبینین اطلاع رسانی مثل حاکمیت قانون یک پروسه است و این پروسه نیاز داره به این که ما نقش خود را به شکل درست شدا بکنیم. به عنوان حکومت افغانستان رسانه ها به عنوان یکی از دستاوردهای حکومت و مردم افغانستان، امیاره که من در حال حاضر با شما صحبت میکنم، امین یک نقش است که شما دارین ادا میکنین. اجازه بدید من تشکر بکنم از شما و از خانم رویا و از امکارای شما و هر شهروند در افغانستان نقش خود را در گردش اطلاعات، در دسترسی به اطلاعات به شکل دقیقش انجام بده و اطلاعات کاذب را در فضای عامه نشر نکنیم. یکی از مشکلاتی که شما اشاره فرمودین، بسیار دقیق اشاره فرمودین، پخش اطلاعات کاذب است. ما در پخش اطلاعات نباید وارد حریم خصوصی افراد شویم. ما در پخش اطلاعات نباید مساله اولیا و امنیت ملی جامعه را با مخاطره مواجه بکنیم. ما در پخش اطلاعات نباید ممنوعیت های اطلاع رسانی را نادیده بگیریم. یعنی ما نمیتونیم یک شخص که در مظنونیت قرار داره، متهم است یا قضیه داره در محاکم افغانستان، او را برخی اوقات دیده شده که از طرف رسانه های اجتماعی پخش میشه، برخی اوقات از طرف رسانه های اجتماعی دیده میشه که بحث ها خیلی سلیقه‌ای و شخصی گرفته میشه و استفاده نادرست میشه از رسانه های اجتماعی. باور ما ایست که این رویکرد به رویکرد آگاهی عامه
و رویکرد اطلاع رسانی و رویکرد که نقش مثبت را در فضای عمل داشته باشد تدریسی. البته من این را عمومی نمیگم، در موارد این مسئله دیده میشه. دقیقاً. بسیار تشکر میکنم از صحبت های زیبای شما که در رابطه به توسعه اطلاعات در افغانستان هم معلومات خوبی را بر ما و بیننده عزیز ارائه کردین. و همون حیث آخرین سوال میخواییم پرسان بکنم که برای توسعه اطلاعات درست و دقیق در جامعه چه باید کرد؟ بله، برای توسعه اطلاعات تعهدات ما کاملا پابرجاست. ما به تمام اسناد بین‌المللی در این امر ملحق شدیم، متحد هستیم. ما به تمام اسناد ملی که تعهد بر ما ایجاد کرده و ما را ملزم به اطلاع رسانی ساخته ما متحد هستیم و انتظار ما هم ایست که کسانی که حقشان است دسترسی به اطلاعات داشته باشند، اونا هم مطالبات خود را به عنوان یک متقاضی مبتنی بر اصول داشته باشند. مراجع رسیدگی و شکایت وجود داره، در صورتی که در یک بخش از اطلاع رسانی انقطاع و یا گسست پیش می آید، شهروندان افغانستان حق دارند که با مکانیزم های قانونی می توانند به مسئول اداره تماس بگیرند، می توانند به کمیسیون دسترسی به اطلاعات تماس بگیرند، حتی تا محاکم. اینا مکانیزم هایی است که به او باید برسیم. اطلاع رسانی یک امر بسیار مهم در یک جامعه چند صدا و دموکراتیک است و ما معتقد به توسعه اطلاع رسانی در افغانستان هستیم. یک دنیا سپاسگزار هستم آقای لطیف محمود از حضور شما در برنامه صبح‌ها زندگی. اگر پیام و گفتنی از شما باقی مانده باشد بفرمایید. بسیار تشکر دکتر سیب، از شما و از خانم رویا و از همه همکارا و از خانم سروش. من بیننده برنامه شما هستم و صبح زندگی را ما با صبح زندگی آغاز میکنیم. سلامت. همیشه موفق باشید و سلامت باشید. بسیار تشکر، اوقات خوب و خوش برتان میخوایم. خدا نگهدار. سپاسگزار هستم از اینکه بیننده برنامه های ما هستید. اگر می خواهید برنامه قبلی ما را ببینید، اینجا را کلیک نمایید. اگر می خواهید برنامه بعدی ما را ببینید، اینجا را کلیک نمایید. و اگر می خواهید به چینل یوتیوب تلویزیون جهانی آریانا بپیوندید، پس اینجا را کلیک نمایید.